با سلام به بینندگان محترم تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای بهبهانی. چون انسان یکی از زیباترین جملات که در عمرم شنیدم جایز الخطا است، یعنی حق داره اشتباه بکنه. من هر جلسه ای که سخنرانی میکنم میشنوم بعضی از خطاها را که شاید هم یک کمی هم نشانه پیری یا عجله در سخن گفتم باشه، اونا رو تذکر میدم، اصلاح میکنم و با تشکر از دوست عزیزم آقای سهراب هم که اون زرق رو به جای زرق توضیح دادن. اون یکی مرغ بچه درست بود، من یک خودشون صحبت کردن که بله. به هر حال من هم یعنی اون جمله نگفته گفته نشده بود که مرغ بچه به معنای زن به کار رفت. ای مرغ بچه دهر، بده جام میم کامد ز نزاع سنی و شیعه ام. گویند که جامی ها چه مذهب داری، صد شو که سگ سنی و خر شیعه نیم. مرغ بچه دهر به حالت اضافی آورده، اشاره به مرغ بچه های عادی هم نیست، زمان رو مرغ بچه میگیره که هیچ وقت پیر نمیشه. شعر یه تشبیه بسیار زیبایی داره، خواستم چون اون موقع توضیح نداده بودم بانی خیر شد آقای سهراب عزیز و اینو توضیح بده. بنابراین یک به قول معروف اشتباه لفظی شد، به جای اینکه بگم که نتیجه با اینکه یکیه ولی من خطا کرده بودم، به جای اینکه بگم که خوردن سنگ به شیشه گفتم خوردن شیشه به سنگ. معمولا سنگ به شیشه میخوره ولی نتیجه یکیه. منظور اون چیز علیت رو که مورد تشکیک قرار داده هیوم، اون مثالی بود که اونجا اومده بود. واژه‌ای به کار بردم که معمولا در انجیل ها و زبان های اروپایی از جمله فرانسه لازار گفته میشه. مرده‌ای بوده، مرد بسیار عادل و زاهدی بوده که هفت بوی عفونتش زده بود بیرون، معلومه که دفن شده بوده. داستان رو طوری ساختن که اساسش دروغه به هر حال، ولی مسیحی‌ها معتقدن که عیسی مسیح اومد و داد زد و لازار رو صداش زد و زنده شد. این اسم عبریش ایل آزه با عین و زای کاغذ به اصطلاح دالزار ایلاز. خواستم اینو توضیح بدم، خطا نبود. دوست عزیزم آقای سهراب اشاره کردن که زرق درست 100%، ولی عادتیست، این عادتم ناشی از زیبا پسندی زبان فارسیست، به خودشونم توضیح دادم. یعنی من وقتی بگم زرق و برق چون سیلاب با هم هماهنگه، هیچ کس این رو زرق و برق نمیگه، همه زرق و برق میگه. اما وقتی میگیم زرق و ریا، این برای اینکه اون سیلابش درست بیاد زرق و ریا نمیگن، معمولا زرق و ریا میگن. به هر حال خواستم، ولی از نظر ادبی تذکرشون درست بود، زرق و ریا است. یه خطایی هم متوجه شدم خودم که ناشی از تسامحی بود که دقت زیاد نکرده بودم. روزی دوست کردم آقای عبدالرضا کریمی، ابو کریمی، ایشون راجع به این که قاسملو در کتابش نوشته که ما اولین بار به عنوان اتابکان سیستم اتابکی آذربایجان، حلب، نمیدونم روم، کرمان، فارس بوده، ما هم به عنوان اون موقع مطرح شد. من به خطا گفتم که ایشون، و اینو از آقای ابو کریمی من شنیدم که بهرام شاه سلجوقی، چون اهل تحقیقم رفتم جستم دیدم که نه، بهرام شاه سلجوقی به سلاجقه کرمان متعلق، ربطی به سلاجقه لرستان نداره. و چون کردها لورها رو هم یه زمان جلد خودشون، تا موقعی که لورها نیومدن بگن که ما 3000 سال پیش با شما بودیم، یکی بودیم، ولی الان نه آداب و رسوم ما با شما یکی،
نه لباس پوشیدنمون، نه مراسم. ما هم 4,200,000 نفر لور هستیم در ایران، شما 5,000,000 نفر، 8,000,000 هرچی کرد هست و دوست هم دیگه، همسایه هم دیگه. بنابراین این رو آقای فرامرزخان بختیار در یک جلسه ای که برگزار شده بود در پارلمان در اروپا اونجا صحبت کرد. بنابراین به درستی، به هر حال ما اتابکان لرستان داریم نه کردستان، تصحیح میکنم، اتابکان کردستان هم جزء لرستان اون موقع حساب میشد. طبعا نامش لرستان بود. سنگر پسر مبغوز، اشاره کردم در سخنرانی، سلطان سنجر بوده که سنگر رو ساخته، شهرش ترک، دور بر همه کردن. به هر حال ربطی به بهرام شاه سلجوقی نداره، تصحیح میکنه. خواستم این را هم گفته باشم. شعری هم از نظامی خوندم که اون رو کاملش رو میخونم. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. یعنی در رابطه با اینکه شاعران از فردوسی و فرخی سیستانی تا نظامی که گفتم از همه غلیظتر گفته گفتن، ولی از زمان سلطان یعقوب آقلوس که دیگران همسایه ها ما را پادشاه ایران و ما خود را ایران مینام، در رابطه با اون صحبتی که من بعدا اون رو هم کامل گوش کردم. بله، به هر حال برداشتشون ایشون آقای بهبهانی و من هم همینطوره که ایشون در واقع واژه رو میگفت، نه اینکه این کشور وجود نداشت. و گفتم از لحاظ سیاسی هم من تاریخ قبل از اون رو گیر نیاوردم که شاهان ما رو، همسایه ها ما رو، سلطان بایزید دوم عثمانی ما رو پادشاه ایران به نام سلطان یعقوب رو یا الوند رو و شاه اسماعیل هم که به نام شاه اسماعیل شاهنشاه ایران تاج گذاری کرده در تبریز با کشتن 20,000 نفر به دلیل سنی بوده. و بنابراین من توضیحاتم تموم شد، میرسم به شعری از خیام و بعد شرح به اصطلاح محتوایی دین از نظر نیچه که آخرین فیلسوف خواهد بود، بعد وارد مقوله ادیان، میتولوژی ادیان و اسلام به خصوص و ادیانی که در ایران هستن. در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است، از سرخی خون شهریاری بوده است. هر شاخ بنفشه که از زمین می روید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. همه زمان گذشته معطوفند که از بین رفتن اونها، هم نگار از بین رفته هم شهریار. این ربایی به تراژدی مرگ و نیستی ناظر است که بخشی از پایه‌های فلسفه لاعدریت، یعنی فلسفه شکاک خیامی رو تشکیل میده. برای دعوت به خوشباشی از جمله با شراب، جهت ضدیت با آخوند که در روایات خیام و خیامی به قول استاد محمد مهدی فولادمند در خیام شناسی، این تراژدی مرگ و دعوت به خوشباشی به صورت استدلالی و با هنر گنجاندن دریا در کوزه بیان شده است. خیام با تخیل شاعرانش سرخی لاله‌زار را ناشی از ریخته شدن خون انسان‌ها و جنگ شهریارها که لاجرم به قتل یکی از آنها منجر می‌شود قلم داد. در تاریخ ایران
جنگ اردشیر بابکان با اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکان، اردشیر اول ساسانی با اردوان پنجم. رباعی ضمن اشاره به تراژدی مرگ و به جنگ ها و خون ریزی های بی پایان پادشاهان و دولت مردان در مقابل هم دیگر، یادآور تراژدی مرگ هزاران انسان هم هست که مشاهده لاله‌زار آن را به خاطر ما می آورد. لاله ها خون از خون و جوانان وطن لاله دمید است. همون تکرار و تأثیر رباعی خیامی است در عارف قزوینی در مشروطیت. طبعا خود شهریار یک لاله می شود نه لاله زار، اشاره به اون. مشاهده گل بنفشه و سیاهی های زیبای آن، خال نگار زیبایی که ما ندیدیمش، برای ما در گذشته های دور تداعی می کند، همچنان که لاله خون اون شهریار، که اون نگار هم مرده و به صندوق عدم رفته و اثرش به صورت سیاهی های شبیه صورت انسان گل بنفشه ظاهر شده است، همانند لاله‌زاری که یادآور میدان جنگی است که خون شهریار و سربازانش در آن ریخته شده و به صورت لاله‌زاری در آمده است. خیلی تشبیه زیبایی است هر دو. خیام ضمن اشاره به رابطه اثر و مؤثر، یعنی خون و لاله‌زار و سیاهی گل بنفشه با خال نگار، به بیهوده بودن این نظم و این آمدن و شدن و نبودن ناظم عاقل تلویحا اشاره دارد. خیام با سمبل و تمثیل از لاله‌زار به میدان جنگ و خون شهریار و سربازانش، همانند خال نگار و گل بنفشه، در تصویر زیبایی به مرگ و نیستی اشاره میکند. بنفشه به دلیل بنفش بودن اکثر گلها به درستی به این نام نامیده شده که آخرین رنگ قابل رویت انسانی است، رنگ های هفتگانه. نام علمی آن هم ویولاسه، از همون ریشه بنفش یعنی ویوله، ویولت میاد. در اساطیر اشکانی ویسورامین رو به اون منصوب میکنم، به اون دوره که گویا در گوراب ملایر اتفاق افتاده که دو یه خواهر و برادر عاشق و معشوق هم میشن و بنفشه ای را ویس به نشانه عشق به رامین تقدیم میکنه، چرا که پنج گل برگ بنفشه همه به شکل قلب است و جمعا تداعی کننده صورت انسان میباشد. فخرالدین اسد گرگانی از زبان ویس میگه برامین داد یک دست بنفشه، بیادم آر گفتا این همیشه. حافظم تا به بنفشه میدهد طره مشک فام تو، پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو. و در هر حال عارف قزوینی هم که از خون جوانان وطن. در شعر خیام هم در رابطه با تراژدی مرگ و نیستی و خلقت بیمنی و بیهدف همراه با مرگ و نبود معاد، خیام بنفشه را در رابطه با خال رخ نگار و لاله‌زار را در رابطه با خون شهریار و سربازانش، در اشاره به مرگ و در رابطه با انسان‌های به اصطلاح اون موقع سطح بالای زمان خودشان یعنی شهریار و نگار که حال به صندوق عدم رفته اند و نابود شده اند، به تصویر زیبایی کشیده است. حال میرسم در نقد محتوای دین از نظر نیچه. در سخنرانی های بعد
چنان که اشاره شد به شرح خود ادیان، ادیان به خصوص ادیانی که زندن در ایران، به خصوص ادیان بزرگ، ادیانی که قبل از اسلام در ایران بودن، دین یهود و مسیحیت و زرتشتی و خود اسلام و تشیع و شاخه‌های مختلف ناشی از اسلام از جمله بهائیت، اندکی خواهم پرداخت. البته به دین‌هایی که تحت فشار شدید دین مذهب تشیع سیاسی شده، یعنی خمینیسم هستند، کمتر به نقاط ضعفشون اشاره خواهم کرد، چون زیاد از دست این آخوند دلخونند. ولی من یک محقق علمی هستم، با هیچ دینی دعوا ندارم، ولی همه ادیان عصرشون سپری شده است، ضمن اینکه زبان مادری مثل دین خانوادگی ارثی است در انسان، تقصیری نداره. حالا ریشه دیگری از نیچه راجع به دین بیان خواهم کرد که توجه خواهید فرمود. حال میرسم به نیچه. اسمش فریدریک ویلهلم، از یک خانواده مسیحی که انجیل در بچگی انجیل رو نیچه از حفظ داشته متولد شد. نیچه این شاید بعد از ولتر هیچ فیلسوف اروپایی به اندازه نیچه، این آزاده پاک دل به قول ویلدوراند در کتاب لذات فلسفه ترجمه آقای زریاب خویی، در نقد دین به طور کلی و جایگاه آن در سیر اندیشه بشری و مسیحیت، به خصوص مسیحیت، همچون قافل سالار تمام ادیان علم ستیز و عقل گریز، مؤثر نیفتاد است. هیچ فیلسوفی تاس رسوایی دین را از بام عقل و استدلال مانند نیچه نینداخته است. در دنیای اسلام خرافه ستیزان و مؤثر رازی و ابوالعلا و خیام فیلسوف بودند و کسروی که متاسفانه خودش ادعای خدا و خرد و نبوت کرد به دلیل نارس بودن جامعه بیش از همه. همانند جمله عمیقی از مارکس که مرکز مذهب آه شکسته در گلوی محرومان رنج دیده و ریشخند دنیای سنگ دل است که زائیده روح بیجان شرایط اجتماعی می باشد، مذهب تریاک توده هاست، جمله از نیچه نیز در این چنین گفت زردشت، یا به قول مترجم آقای کامبیز گوتن زردشت سخن این چنین راند، به نظر من بیش از جمله مارکس شهرت جهانی پیدا کرده است و آن جمله خدا مرده است می باشد. برای فهمیدن عمیق این سخن نیچه، مانند اکثر سخنان نیچه که هفته گذشته هم گفتم که با این جمله زیبا که از خود پرسیدم این کوههای شامخ از کجا آمدند، دریافتم که از دریاهای عمیق می آیند، برای بلند شدن نخست باید عمیق بود. نیچه واقعا تا جایی که من باش اون صحبت داشتم یکی از چنین انسانهایی است، بلند و عمیق، سهل و ممتنه، این خیام ساده میگه ولی عمق خیلی زیادی داره. همین خدا مرده است هم همینطوره. برای فهمیدن عمیق این سخن، علاوه بر بازخوانی و توضیح خود نیچه در کتاب دانش دلگشا که این بخشی از آن را که در واقع مقدمه این چنین گفت زردشت است در توضیح خدا مرده است خواهم خواند.
از کتاب جریان‌های اصلی اندیشه غربی جلد دوم فرانکلین لوفان باومر، اینم درست خونده بشه، فرانکلین لوفان ال او فرانسه ال ای انگلیسی لوفان باومر، فان هم آلمانی دیگه به اصطلاح هلندی آلمانی، وان نوشته میشه فان خونده میشه یا باومر به فرانسه. تطبیق و ترجمه کامبیز گوتن انتشارات حکمت 1185. و باز توضیح میدم چون با دروغ می جنگیم، مبادا ترجمه یک جلدی آقای حسین بشیریه تحت عنوان جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غربی را بخرید. یکی از شاهکارهای ترجمه غلط در زبان فارسی است. اشاره کردم که در سطح اول بنیاد اول داروین اسم کشتی رو که سوارش شده بیگل نامیده، ایشون از دیکسیونر سگ شکاری ترجمه کرده و پره. بر خود من نیز علاوه بر این سخن نیچه، تفسیر خاصی که ربطی به توضیح خاص خود نیچه در مورد خدا مرده است، از کتاب این چنین گفت زرتشت دارم، که پس از 11 سال 2003 نوشته شد. برای اولین بار در تلویزیون میهن آن را بازخوانی میکنم، کوتاه هم است، و سپس به شرح عقاید نیچه در تحلیل محتوای دین میپردازم. وقتی اینا رو میخونیم دقیقا میفهمیم دین در کجای تاریخ قرار گرفت. اینک توضیح خود نیچه. لوفان باومر، فرانکلین لوفان باومر، لوفان باومر در جلد دوم این واقعا اثری است که هر انسان اندیشمند برای پی بردن به جریان های اصلی اندیشه غربی با این کتاب رو باید بخونه. استاد هاروارد هم میرسه مینویسه در آستانه قرن بیستم، چون نیچه 46 سال عمر کرده، 1844-1900 مرد. فریدریک نیچه درباره مرگ خدا یه توضیح خود لوفان باومر نوشته: فیلسوف آلمانی فریدریک نیچه بهتر از هر کس در میان هم اسرانش تغییرات عمده‌ای که ذهن اروپایی را در اواخر قرن 19 هم جولانگاه خود ساخته بود تشخیص داد و توصیف نمود. او برخی از این تغییرات را میپسندید و بعضی دیگر نظیر ناسیونالیسم جدید را اسفناک تلقی کرد. در واقع پیشبینی دو جنگ جهانی اول و دوم با اون شام تیزش. و به قول دورکر ناسیونالیسم دین قرن بیستم است، عین دینه و باعث خطر. در مورد مرگ خدا که شرحش به تفصیل در کتاب دانش دلگشا 1882 آمده، او احساسی داشت که خوشنودی و دلگیری در آن توأم است، یعنی شادی و غم. چه در عین شادرویی پیشاپیش می‌دید فرهنگی را که بخواهد بدون دین و اخلاق وابسته به دین زندگی کند روزگار بسیار سختی را خواهد داشت. در سراسر قطعه پرتوان کتاب دانش دلگشا اشارات فراوانی به فلسفه قدرت که فلسفه نیچه است، در کنار چهار ارزش افلاطون ارزش قدرت رو نیچه گذاشته، خود نیچه بله قدرت به فراوانی به فلسفه قدرت خود نیچه وجود دارد که او سال بعد آنها را در اثر فلسفه آهنگین و شعرگونش تحت عنوان زردشت سخن این چنین راند بست و تعمیم داده است. این دانش دلگشا قطعه است، قطعه 108. زورآزمایی های نو
پس از مرگ بودا همچنان به مدت صدها سال در غاری سایه اش را نشان میداد، سایه غولاسا و سهمگین. چون این باید ایجاد ترس کن. خدا مرده است، اما چون طبع آدمیان اقتضا میکند احتمالاً برای هزار سال دیگر، احتمالاً برای هزاران سال دیگر هنوز غارهایی وجود داشته باشند، یعنی مساجد و کلیسه ها و کنیسه ها و معابد و آتشکده ها، تا در آنها سایه ویرانشان دهند، یعنی خدا مرده سایهشون میشه، و ما ناچاریم نیچه میگه و ما چاره ای نداریم مگر بر سایهش نیست فائقایی، یعنی سایه خدا و ما چاره ای نداریم. یه بار دیگه میخونم این چیزش آزادتینه با آواز، تا در آنها سایه ویران نشان بدن و ما چاره ای نداریم مگر بر سایهش نیست فائقایی، یعنی ادامه نبرد عقل و علم با دروغ و خرافی. من اضافه کردم. بعد میرسه 125 دیوانه. به قول کامو فرق دیوانه با انسانهای عادی اینه که، عادی مذهبی اینه که اینا اکثریت تنزیه گفت. دیوانه: نشنیدید مگر حکایت دیوانه‌ای را که روزی در روشنایی بامدادان دم ظهر فانوس افروخته بر دست به سوی میدان باز شهر دوان دوان می رفت و فریاد کشان پیاپی می گفت من در پی خدا می گردم، در پی خدا می گردم. و درست چون در آن میدان کسان زیادی گرد آمده بودند که به خدا باور داشتند، حضور دیوانه خنده بسیاری بر هم گیخت و بهانه‌ای به دست داد تا نیک به ریشخندش گیرند. یکی گفت نکند ما ایم که گم کرده ایم را. دیگری افزود نکند اوست که چون کودکی ما را گم نموده و در بیراه افتاده، یا نکند او خود را در جای قائم و پنهان ساخته است. آیا بیم و واهمه از ما دارد، یا اینکه بر کشتی نشسته و اکنون در پهنه دریاست که می کند سفر، و یا اینکه ترک خاک وطن گفته و به دیار دیگری برده است پناه. بدین سان بلند بلند می خروشیدند و همزمان به گونه در هم می خندیدند. که خلاصه یک دیوانه به میانشان پرید، با نگاهش کافنده ای ساکتشون کرد و فریاد برآورد: به کجا رفته از خدا؟ به شما میگویم من این را، او را کشته ایم ما، شما و من، ما جملگی قاتلان او هستیم. اما چگونه توانستیم دست به این کار زنیم؟ چگونه توانستیم آب دریا را تا به آخر سر کشیم؟ و الی آخر بحثشو، البته اینجا طولانیه. بعد اون دیوانه ادامه میده که اکنون به کجا می رود این سیاره خاکی؟ اون کوپرنیک رو اشاره داره که زمین در غلطیده. به کدام جا ما روانیم؟ به جایی دور و دورتر از همه خورشیدها. آیا در سکوتی مستمر نگونسار نگشته ایم؟ آن هم چه به پیش و چه به پس و چه به کنار یا به هر طرف؟ مگر هنوز بالایی هست یا پایینی وجود دارد که در من وجود نداره، در دنیای نسبیت؟ آیا به یک هیچی بیکران آواره و در بدر نگشته ایم؟ چون خدا مرده است دیگه. مگر دم سرد خلع و توهی بودگی را احساس نمی کنیم؟ مگر بوی گندیدگی خدا هنوز هیچ نخورده است به مشامتون؟ خدا مرده است و مرده همچنان باقی است. من جسته جسته می خونم که به اصطلاح چیزه. بعد خلاصه نیچه از اونجا میاد میره داخل یک معبد و باز در درون کلیساهای مختلف شروع میکنه دعای میت به خدا خوندن، چون خدا مرده است.
دعایی که از آن خودش بود و سرآغازش این بود: از سوی ما آرامش جاودان بر خدا باد. و وقتی بیرونش کرده و بازخواست از اون میکنن، یعنی اون کشیشان کلیسا، پاسخش هر بار چنین بوده است در هر کلیسایی که میرفته: این کلیساها اگر مکان دفن و مقبره خدا نیستن، پس مگر دیگر چیستن؟ این اون به اصطلاح کوتاه شده ای از توضیح خدا مرده است بود در از نظر نیچه، و کسانی که مایل باشن به همون جریان های اصلی اندیشه غربی در دو جلد ترجمه کامبیز گوتن انتشارات حکمت رجوع میکنم، یا اصل انگلیسیش. حال میرسم به نظر خودم در تفسیر خدا مرده است، که در واقع اساس ادیان، تئولوژی ادیان و پایه تمام ارزش های دینی است. خدا مرده است یعنی زمان تاریخی ادیان پایان یافته است. نیچه، فیلسوف بزرگ قرن 19 آلمان، که به نظر بعضی اندیشمندان تاریخ فلسفه غرب بایستی او را آخرین فیلسوف بزرگ از تبار فلاسفه بزرگ دورانسازی چون افلاطون و ارسطو، دکارت و بیکن، جان لاک و هیوم، کانت و هگل و مارکس به شمار. در دنیای اسلام هم اگه بگیم الکندی و فارابی و بو علی سینا و ابن رشد. عبارت خدا مرده است را همچون فیلسوف و پیغام آوری، نه پیغمبرها، پیغام آوری به اطلاع همگان رسوند، پیغامش رو رسوندن و مشهور خاص و عامشان گیرد. او فرارسیدن عصر پوچی و نیهیلیزم به بعد از دوران مذهبی و در پیش رو بودن ارزش‌های انسانی را در فراسوی نیک و بد دینی و سنتی قرار داد و به ما نوید داد اونها را، و آن را موکول به قرن یا گرون بعد از قرن 21 کرد. مقدمه اراده معطوف به قدرت، ترجمه زنده‌یار دکتر هوشیار، من چاپ دانشگاه تهرانشو داشتم. نیچه ابتدا در کتاب دانش دلگشا و سپس در اینچنین گفت زرتشت، یعنی طور دیگه ای نگفت، فقط اینچنین گفت. و اشاره کنم که در چی گفت زرتشت هم به این خاطر گفته که میگه زرتشت نخستین کسی است که اخلاق آفرید، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. بدین دلیل باید نخستین کسی باشد که به این اشتباه خود پی برده است. به علاوه نیچه از تمام پیامبران راستگو ترن، یعنی همهشون دروغگو هستند. خیلی طنز قوی داره نیچه. به هر حال خواستم توضیح داده باشم. نیچه ابتدا در کتاب دانش دلگشا و سپس در اینچنین گفت زرتشت، که صاحب نظری به حق آن را یک اودیسه ادبی قلمداد کرده است، موضوع و نیز پیام خدا مرده است را برای اولین بار مطرح ساخت. در بیان این اظهار نظر، من علاوه بر ترجمه های فارسی و فرانسه، در ضمن همین کتاب لوفنبامر هم که ترجمه آقای زیبای آقای کامبیز گوتنه، بهرمند شده. به نظر من نیچه دو مضمون گوناگون و مرتبط به هم را در دانش دلگشا و اینچنین گفت زرتشت به کار برده است. عنوان زیبای دانش دلگشا را آقای گوتن در ترجمه خود به کار گرفته، که به نظر من بر ترجمه های چون حکمت شادان و دانایی بهجت افزا مرجح است. الف، در قطعه که خوندم، بخششو 125 کتاب دانش دلگشا با عنوان دیوانه،
نیچه متاسف از این است که انسان ها خدای خودشان را کشتن ولی با بیخیالی مرده او را به حال خود رها کردن، بیان که به قول مولانا با آدابدانی خدای سابقا مقدس خیش را تدفین کرده باشند. درست به سبب این غفلت و بیحرمتی به خدا، یعنی مرجع ارزش های نیک و بد سابقشان، عالم را بوی مرگ گنزای ناشی از مرگ خدا گرفته است. به علت از دست رفتن شالوده جهان مذهبی سابق و فروریزی ارزش های نیک و بد دینی که همگی معطوف به خدای آن بودند، تصویر و تصور ما از جهان همبسته مبتنی بر وحدت و غایت و حقیقت جای خود را به عالم بی مبدا و معاد، بی آغاز و انجام و بی تقدیر و مقصود کنونی داده که به قول نیچه از زمان کوپرنیک از مرکز جهان درغلطید و در نتیجه دنیای ما در پوچی و نیهیلیزم فراگیری فرو رفته است. باز همون اراده محدود به قدرت نیچه. دکتر هوشیار: نیچه در قطعه دیوانه قلبن از واقعه مرگ خدا شادمان نیست. البته لبه تیز انتقاد نیچه متوجه دین ناباوران است که حرمت خدا سابق خیش را پس از مرگ او پاس نداشتند. اما طنز گزنده او هنگامی که دعای میت بر خدای مرده میخواند نیز شامل دین باوران و دکانداران دین است که در جواب بازخواست آنها میگوید، خوندم دیگه، این کلیساها اگر مکان دفن مقبره خدا نیستن پس مگر دیگر چیستن؟ عبارتی هم داره، میگه که خود را از قید و بند دین آزاد کنید تا در قید و بند دین باقی بمانید آن را دک نخواهد کرد. ولی مبادا دین رو به عنوان یک بخشی از شناخت معرفت بشری و تاریخ بشری و تاریخ اندیشه بشری ترک کنید، زیرا بخشی از دانشتون رو از دست میدید. او رو داشته باشید بدون اینکه در قید و بندش باشید، همچنان که فلاسفه دیگر رو هم یاد بگیرید بدون اینکه در قید و بندشون باشید. درست بدین سبب هر دو گروه دین باور و دین ناباور نیچه را همچون دیوانه ای از خود طرد میکنه. نظر نیچه در کتاب دانش دلگشا از مرگ خدا یا کشتن خدا به وسیله انسان ها همانند چنین گفت زرتشت، هم ناظر به مرگ مفهومی و متلاشی گشتن و قطع قطع شدن خداییت از زمان او تا به امروز است و هم منطبق بر مستاق آن که عیسی مسیحه، که عیسی مسیح 33 سال بعد از میلاد مرده، یعنی نسبت به امروز میشه 1981 سال پیش برای مسیحیان است. مرگ مستاقی خدا که ناظر به روایت مصلوب شدن عیسی ناصری و کشته شدن اوست. انجیل یوحنا باب 19 آیه 30 تا 38. در کتاب این چنین گفت زرتشت، یعنی طوری دیگه نگفت که نیچه است دیگه، سخنان خود نیچه، در دو بخش جداگانه مردن خدا باز هم به دو صورت مفهومی و مستاقی مطرح میشه. نیچه ابتدا به جنبه عام و مفهومی مردن و مرگ خدا میپردازد و میگوید در همون بخش اولش: وقتی زرتشت از پیرمرد راهب جدا می شود، راهب پیر بنا به اعتقاد و عادتش به زرتشت می گوید زرتشت تو را به خدا می سپارم. زرتشت یعنی خود نیچه در دل خیش از خود می پرسد و این چگونه ممکن است که این مرد راهب در جنگل و یعنی خلوت خود نشنیده است که خدا مرده است؟ اما او درباره مرگ خدا با پیرمرد پاکدل صحبتی نمی کند و او را با اعتقاد و عادتش تنها می گذارد و خندان از همدیگر جدا می شود. در این باره منظور نیچه
از مرگ خدا مرگ مفهومی و عام آن است. به خاطر پیشرفت علم در زمینه کیهانشناسی، زمینشناسی و تحول موجودات زنده و به قول ارنست ماخ در پیشرفت زندگی، فکر و تاریخ، و تنها ناظر به مرگ مسیح یعنی خدای عیسویان که معنی مصداقی مرگ خداست نمی باشه. اما در بخش آخر این چنین گفت زرتشت، بخش چهارم، پیام و نظر نیچه علاوه بر ناظر بر مرگ خدا در مفهوم مرجع ارزش‌های دینی و مفهومی آن، در ضمن به مرگ مسیح و به اصطلاح مرگ مصداقی خدا هم که پسر یگانه خدا و خود خداست از نظر مسیحا اشاره داره. بنابراین جواب خدا مرده است، آیا خدا مرده است، برای مسیحیان برخلاف معنویان و مسلمین همواره آری بوده است. نه مرد، نه به صلیب کشیده شد، بلکه به شبهه افتادن. آیه قرآن ترجمهشو خوندم. ولی همچنان که به استناد انجیل لوقا باب 24 آیه 6 اینجا نیست و بلکه برخواسته است. میرن قبر رو که باز میکنن میبینن که رفته آسمون نیست، زنده شده و دوباره برخواسته است. همه مسیحیان صمیمانه به این باور ماوراءطبیعی معتقدن که پسر خدا که در عین حال خدا خداست، یعنی خدا هم هست، پس از مرگ به خاطر آمرزش یعنی بخشودگی گناهان ازلی حوا و آدم در خوردن میوه ممنوعه در بهشت و بخشودگی گناهان ناکرده اولاد آنها، از گور به پا خواسته به آسمان هشتم به قول دانته. مسلمان‌ها هم به هشت آسمان معتقدن، هفت آسمان رو میگه و بعد عرش خدا بالاش میذاره، عرش آسمان هشتم میشه. ثم مستوى على العرش، پیش خدای پدرش عروج کرده است. طبعا بهائیان نیز در ایگان صفحه 70 که بهاءالله نوشته به آسمان هفتم یعنی مرکزیت زمین و این هفت ستاره و که خورشید در برج چهارمش قرار داره باور داره. فرض ناظر بودن خدا مرده است بر مسیح یعنی مفهوم مصداقی آن از آنجا تقویت می شود که نیچه در بخش چهارم چنین گفت زرتشت وقتی به شرحال پونتیوس پیلات حاکم رومی آن روز منطقه فلسطین، کشور فلسطین و اسرائیل کنونی می پردازد که وی به مناسبت عید فصح یهودیان بنا به سنت یهود مجرمی را آزاد و متهم دیگر را محکوم به اعدام می کرد، پیلات برخلاف میل قلبیش و به اصرار کاهنان و مشایخ یهود بنوشته هر چهار انجیل مسیح را محکوم و برابا یا باراباس را که دزد گردنه‌ای بود آزاد میکند. از این رو نیچه در این چنین گفت زرتشت قطعه مربوط به پیلات را عنوان قاتل خدا نامیده است که معنای مرگ مصداقی خدا برای مسیحیان است که خدا را کشته، محکوم به اعدام کرده، به صلیب کشیده. معمولا هم نیزه را به جای اینکه در روم همیشه به طرف چلب یعنی زیر قلبش میزنن، در اکثر نقاشی های مسیح به طرف راستش میزنن، نمیدونم چرا. به نظر نیچه پونتیوس پیلات یعنی قاتل خدا با گفتن جمله سوالی راستی چیست آیه 38 باب 18 انجیل یوحنا کتاب مقدس مسیحیان را غنی ساخته است. نیچه میگه در کتاب مقدس انجیل فقط یک کلمه در خور ستایش وجود دارد و آن جمله سوالی راستی چیست
آن نجیب زاده رومی است. او کسی را که میگفت من شاهد حقیقتم، یعنی به حقیقت شهادت میدم، حقیقت مطلق، یعنی مسیح، او را رسوا ساخت. اینم در همون آغاز لذات فلسفه ویلدورانت اومد. بعضی از دوستان کتاب ها را خواستم، من بعضا رفرانس میدم از این دست. از نظر نیچه که خبر مرگ خدا را در دو کتاب دانش دلگشا، قطعه دیوانه، و در این چنین گفت زرتشت به اطلاع همگان رسانده، چنان این خبر در جهان پیچیده که کسی جز مرد راهب به جنگل نشین از آن بی خبر نمانده است. یعنی کشتن مسیح به منزله مرگ خداست که واقعیتی است و رستاخیز ز او به نظر مسیحیان، از نظر نیچه، عوام فریبی مشتی دکاندار دین را منعکس میکنه. به قول نیچه، از زمان کوپرنیک بشر از مرکز جهان در غلطیده و در غبار بینامی به نام زمین در فضای بی آغاز و انجام سرگردان شده است. از آن پس این مرگ بود ارزشی و مفهومی نیز یافته و کلن خدا مرده است، یعنی با فروریزی ارزش های دینی به سبب شکاکیت در وحدت و غایت و حقیقت دینی، خدای متکی بر آن نیز در هم شکسته و درگذشته است. باز هم شاهد دیگری بر این که در بخش آخرین اینچنین گفت زرتشت نظر نیچه از خدا مرده است همچنین ناظر به قتل و مصلوب شدن مسیح است، از نظر مسیحیان عنوانی را به نام بیکار در همون بخش چهارم کتاب در فاصله نه چندان دور از قاتل خدا، عنوان قاتل خدا آورده است. در طنز گزنده نیچه، بیکار همچون آخرین کشیشی است که به سبب مرگ آخرین خدای مجسم یعنی مسیح دیگر بیکار شده است. به عبارت دیگر، با مردن خدا همچون مرجع تمام ارزش‌های نیک و بد دینی ادیان، برای آخرین بار همه دکانداران دین بیکار شده و آخرین فرد آنان با زرتشت یعنی نیچه در فضای قرن نیچه که بنا به نظر او در اراده معطوف به قدرت بعد از قرن 21 و پایان عصر نیهیلیسم آغاز خواهد شد برخورد میکنند. تداخل منطقی و استدلالی سمبل ها و نمادها و گنجاندن دریا در کوزه در کتاب اینچنین گفت زرتشت هر خواننده آگاه و باریکبینی را دچار حیرت و اعجاب میکنند. این بود شرحی از شأن نزول خدا مرده است، از نظر مفهومی و مصداقی در حد برداشت شخصی من از افکار عمیق نیچه. حال میرسم به شرح نظر اصلی نیچه در مورد دین در کجای اندیشه بشری و فرد انسانی ایستاده. هر دو تحلیل بی نظیریست به نظر من. البته اون رو ساده بخونیم، مثل شعر خیام زود ازش میگذاریم. نیچه در اینچنین گفت زرتشت یا زرتشت سخن اینچنین راند، در بحثی داره به نام سه استحاله روح یا خرد. در مورد تحول خرد انسانی در مراحل مختلف سیر اندیشه بشری، همچنین فرد انسانی از آغاز تولد تا مرگش. نیچه به صورت خلاصه، اول خلاصه وار میگم به عنوان فشرده بحث،
که بعد اندکی آن را شرح خواهم تا معنای محتوایی دین را بهتر بفهمیم. یک، مرحله شطوری، مرحله تو باید و تو نباید، که در واقع مرحله تقلید از ارزش‌های نیک و بد یا حلال و حرام دینی هزاران سال است. دو، مرحله شیری یا مرحله آزادی از اون یکی تو باید و تو نباید بود، چون مرحله شطوری، مرحله شیری مرحله آزادی از، یعنی آزادی از همه چی، گسستن از ارزش های دینی، نیک و بد دینی، گسستن از مرحله سنت، یعنی گسستن از تو باید و از تو نباید، از همه چیز سنت آزاد شد. سه، مرحله کودکی و تولد نوین، مرحله آزادی در. نیچه خیلی خلاصه و عمیق می نویسه، مثل خیلی و خیلی راحت در این، یعنی تعیین ارزش های نیک و بد برای خود، جامعه خیش و بشریت در هم تنیده کنونی، در تعیین آزادی، در تعیین نیک و بد با معیارهای علمی و انسانی. بنا به دریافت من، شرح این سه مرحله به قرار رسید است. در دوره شطوری، دوره دینیه دیگه، همه دارن، عقل و خرد یا روح یا روحیه انسان همانند شطور بارکشی است. انسان مقلد، مؤمن و پیرو و سنت و سرسپرده، حمل کننده یعنی حمال ارزش های نیک و بد دینی و سنتی و عرفی هزاران سال است. همه مقدس هم نمیدونه توش چیه، و اراده و توان و توانایی خود را فرد مقلد در حمل هرچه بیشتر و تقلید هرچه بهتر ارزش های دینی و سنتی می انگارد، بیان که معنای تحلیلی آنها را و حد و حدود آنها را بفهمد. این مرحله را نیچه به درستی مرحله تو باید و تو نباید به مذهبی نامگذاری کرده است. اگر دلیل رفتار انسانهای مقلد را بشکافیم، یک تو باید یعنی اوامر و احکام و واجبات دینی و سنتی، و یک تو نباید یعنی نهی ها و منکرات و گناهان دینی و سنتی، از آن بیرون می آید. تو باید چنین بیندیشی، عمل کنی، بخوری، بنوشی، بپوشی و غیره، و تو نباید چنان بیندیشی، عمل کنی، بخوری، بنوشی، بپوشی، بی حجاب نباشی. پندار و گفتار و کردار نیک، من مدیون زردشتم اینجا، پندار مطابق دستور دین، کردار مطابق دستور دین و گفتار مطابق دستور دین به گفته آبان یشت، در واقع بیانگر یک انسان مذهبی است که مقلد است، پندارش هم در چارچوب دینه، گفتارش هم در چارچوب دینه و کردارش هم در چارچوب دینه، و نیک یعنی مطابق دستور دین برای تمام پیغمبران، با این نیک افلاطونی و ارسطویی که توسط فلاسفه مسلمان در دنیای اسلام تعمیم یافت، و نیک و بد اسلامی رو که همون حلال و حرام و ثواب و گناه اسلامیه به مساجد و طالبیه ها ران، و بعد از طریق ابن رشد در اروپا نشر شد، و نیک و بد مسیحیت رو هم به دیرها و کلیساها ران، و الان عموم بشریت افلاطونی و ارسطویی
در معنای نیک و بد افلاطونی ارسطویی و غیر دینی میاندیشن فرق داره با نیک و بد زرتشت. نه زرتشت میتونست قبل از افلاطون اونو بفهمه و ارسطو، و نه پیامبران بعد از افلاطون نظیر مسیح و مانی و محمد و بهاءالله و غیره تونستن اینو بفهمن. حتی کسروی بنابراین در این مرحله شطوری در واقع اگر دلیل رفتار انسان رو بشکافیم، همین تو باید و تو نباید دینی و این رو بخور اون رو نخور ازش در میاد. بنابراین نیکو عصر دین و سنت عصر تو باید و تو نباید است، عصر شطوری انسان بارکش است، بار هزاران ساله ارزش های نیک و بد رو میکشه بدون اینکه بفهمه چیه. یک حماله، یک شطور بارکش، هیچ جنبه تحقیری هم نداره، تشبیه درست، همچنان که شیر و کودک هم همینطور که میاد توضیحش. بله، هر انسانی در دوره کودکیش که الزاماً پس از فراگیری زبان مادری که قبلا مفهومی میاندیشید، وقتی که مادر زبان مادری رو یاد میده در اتاق کلمات فکر میکنه، کلمه ای میاندیشد، وقتی اون رو یاد گرفت دوره تقلید از پدر و مادر نخوز، برادر و خواهر، خانواده، محله و محیط اجتماعیش آغاز میشه. انسان اگه تقلید نکنه نمیتونه انسان بشه. این دوره دینی در هر انسانی میاد، همچون دوره مذهبی انسان است این دوره، زیرا مذهب تقلید که به پیروی و تقلید از تو باید و تو نباید ها معمولا با الهام و الگوگیری از یک پیشکسوت، پدر، مادر، فامیل، معلم، دانشمند، فیلسوف، آخوند، مرشد و غیره، همچون الگوی ایدئال اون نیک و بد یا مرجع به اصطلاح تقلید و ارشاد و انسان نمونه، در مورد همه انسان ها بدون استثناء این رو مطالعه میکنید. ببینید چه روشنگری این تقسیم بندی نیچه به ما میتونه بده. من به عنوان یه فرد ممنون نشستم. بنابراین دوره پیری و تقلید، ببخشید، بنابراین دوره پیروی و تقلید از تو باید و تو نباید ها بنابر آنچه پیش و کسوتان به ما ارائه میکنن، یعنی دوره مذهبی، اجبار دوره کودکی برای همه انسان هاست و همه بدون استثناء در جوامع، چه در جوامع سنتی یعنی گذشته و چه کنونی، از آن دوره میگذره. از این رو مذهب در معنای عام تقلید نیک و بد از یک پیشکسوت، خواه آخوند و مرشد، خواه پیامبر و فیلسوف، یا دانشمند، یا فردی وارسته، یا شیاد، فرقی به هر حال که ما بعدن کشفش میکنیم، دائما با تولد هر انسانی تجدید حیات میکنن. لذا مرحله تقلید و دینی نابود ناشدن است. این استنباط های شخصی من. بخش مهمی از انسان ها که به قول نیچه به صورت گله رمه گوسفند، و به قول گوستاو لوبون، این هم بحث مستقلی می‌طلبه، در کتاب روانشناسی توده، به صورت توده زندگی کرده اند،
به مرحله اندیشیدن مستقل، یعنی تعیین ارزش های نیک و بد برای خود جامعه خیش نمی رسد. انسان ها در دوران سنتی، در جوامعی که هنوز سنتی هستند و حتی در بخش سنتی زندگی کننده جوامع پیشرفته، در ارزش های نیک و بد دینی متولد میشن، در اون میزیان و در اون میمیرن. این انسان ها در دوره تقلید و پیروی از پیشکسوت زنده، آخوند، مرشد، کشیش، حاخام، رهبر سیاسی و یا ایدئولوژیک، ماو، دوران ماو یا هیتلر در آلمان زندگی کرده و میمیرن. از این نظر دین و مذهب نابود نشدنی است. هر بخش مهمی از اشاره کردم جوامع، هنوز بخش مهمی از جوامع پیشرفته بشری و اکثریت مردمان جوامع عقب مانده تحت تأثیر شرایط نامناسب اقتصادی، همون عبارت که آه شکسته در گلوی محرومان رنج دیده، و اجتماعی یعنی تعلیمی و تربیت، کسی که در یک روستای دور افتاده متولد میشه یا در نپال یا در ایران کنونی، در بخش های محروم از یک سو، و تبلیغات آزاد مذهبی و القای ترس در کودک توسط پدر و مادر و کشیش و حاخام و متصدیان امور دینی که ترس از جهنم، اجنه، شیاطین، گناه، بازگشت دوباره، انکارناسیون که برهمن ها و اینا چیز میکنن، از سوی دیگر خرد و روح انسانهای مقلد را در مرحله پیروی و تقلید از پیشکسوتان منجمد و متوقف میکنه. در نظامهای ایدئولوژیک هم با شعاره، زمان هیتلر شعار این بود، شما فکر نکنید، به سربازان آلمانی میگفتن، پیشوا فکر میکنید، یعنی بکشید، ده نکن. الان در سربازان اسرائیلی ملاحظه میکنه در غزه، بله، شما فکر نکنید، پیشوا فکر میکنه. همانند بنابراین در نظام های ایدئولوژیک هم با شعار شما فکر نکنید، پیشوا فکر میکنند، همانند همه ادیان سعی در منجمد کردن خرد سیال و نقاد انسان داشته و دارند تا از آنها به قول نیچه گلهی مقلد و سرسپرده و حد اکثر تودهی پیرو و مطیع به بار آورند، تا به شبانی آنها آخوندها همراه با دولت بپردازند. همه ادیان رابطه چوپانی و شبانی را در بیانات دینشان و در عملشان داشتند. در سخنرانی سابق به مورد تورات، مزمور 79 آیه 13، انجیل یوحنا باب 10 آیه 27 و 28 اشاره کردم. همینطور الان اضافه میکنم که در اسلام پیغمبر اولا به نفس خودشو میگه، من از شما اولا به نفسم، یعنی بگم خودتو بکش باید بکش، روایت که همه سنی‌شیعه قبول داره، هر مسلمان اینو قبول داره. و مولا من کنتم مولا و هازا علی و مولا، شیعه سنی با تفسیرهای مختلف قبولش داره، مولا ما برده، مولا هم به معنای آقا در مقابل معمولا برده، ولی مولا و دوست مولا رو به کار میبره، دوست هم هست، بله، اونا دوست میگیرن، ما آقا برده میگیرن، خودمونو برده میگیرن، شیعه ها منظوره، سنیا دوست میگیره، بعضی هاشون برده. در دین و روایت علی ابن ابی طالب
که برده فرار کنه خدا نمیبخشه فلان مولا هستیم و فلان. امام رضا هم وحشتناک که شبان رو خودشو شبان میگیره ما را رمه، که اشاره کردم به این. در دین قرن 19 همی بهاییت هم متاسفانه به این مسئله اشاره شده است. ایگان صفحه 149 در مقایسه اکثر مردمان با محبان ازلی می نویسند، چنانچه الیوم اکثر یعنی اکثریتی به این دو وجه از وجه باقی و حضرت معانی باز ماندند، ولی شبان در و بی شبان در صحرای زلالت و نسیان می چرند. پایان نقل. من زیاد نمی پردازم چون تحت ستمند، ولی دینن همش. بنابراین اکثریت مردمان با روحیه تقلید و نگرش دینی بار آمده در همین جوامع و در همان مرحله روح و و در همان مرحله تقلید روح و خرد آنها را آخوند و مرشدها در جامعه جوامع سنت پرست و نیز به دلیل شرایط بد زیستی و تربیتی ذهن نقادشون متوقف میشه و آنها دار باقی و واقعی زمینمان را به سوی دار فانی آخرت موهوم ترک کرده و میمیرند به عنوان انسانهای مقلد. آنها این مقلدان همان که نمیتونن به مراحل بعدی که نیچه اشاره میکنه برسن، در مراحل شطوری و تو باید و تو نباید متوقف میشن، همانند ماهیانی هستن که به قول مولانا فضای خارج از دنیای محدود تو باید و تو نباید دینی خود را اصلا لمس نمیکنن و نمیتوانند بکنن، نمیذارن هم بکنن. آنها قربانیان آه شکسته در گلوی محرومیت در دنیای سنگدل، فریبکار، کلاهبردار کنونی هستند که در نتیجه فشار زندگی آنها را ایدالیست کرده و ناچار میشن به تناب موهوم مذهب پناه ببرند تا رنجشون را تسلی بده. اونها را بیمار میکند تا دوباره شفا ببخشد بستن. بنابراین مرحله دینی مرحله عمومی برای کل بشریت به عنوان مرحله تقلید و پیروی از پیشکسوتان به ظاهر عاقل و عالم و متظاهر به زهد است. وضع در کمون اولیه و جوامع اسطوره‌ای ما قبل دینی با جوامع دینی تا امروز متفاوت بود. که اون جداگانه خواهم پرداخت ولی نه زیاد چون جامعه کمون اولیه الان وجود نداره. لذا در جوامع سنتی گذشته و جوامع سنتی امروزی و جوامع مدرن اکثریت با تبانی دین و دولت گرفتار دین میشن، مگر تربیت غیر دینی پدر و مادر یا جامعه لایک که ترکیه هم حذف شد الان فقط فرانسه باقی مونده مانع آن شود و زمینه مساعدی برای تعالی کودک و رها شدن از تقلید و پیروی و پیشکسوت خواهی و رشد به اصطلاح و مرشد پرستی و به قول عمیق نیچه بت پرستی را در اختیار اون کودک قرار ده. از نظر تعلیم و تربیت نیچه میگه مهمی نیست که یکی دو بت در درون شکسته شود، مهم این است که خوی بت پرستی یعنی دین خویی را در خود نابود سازی. این بتو ول نکنیم بریم اون یکی بتو بچسبیم،
اسلام رو رها کنیم بریم مسیحی بشیم، اون بریم راهی بشیم، اون بریم زرتشتی بشیم. اله که در جوامع کنونی نادر است چنین انسان هایی، چرا که دولت ها حتی در جامعه پیشرفته ای که جامعه پیشرفته ای که حامی علنی دین و نهادهای دینی یعنی آخوندهای دین ظاهرا نیستن، غیر مستقیم حامی دین و نهادهای دینی می باشه، زیرا به آراء متدینان دینداران در انتخابات دولت ها و احزاب چشم دوختن. تمام معابد، کنیسه ها، کلیسه ها، مساجد، آتشکده ها از مالیات معافند و در ترویج ادیان آزادانه می کوشند، از جمله برای پیروانشون، و به آنها دولت ها میدان می دهند. در تاریخ امثال نبونید که کوروش کبیر ما او را کشت، پادشاه بابل، اکبرشاه گورکانی و نادرشاه افشار و تا حدی شاپور اول ساسانی بسیار نادر هستند که واقعا آزادی دین را به آزادی دینی قائل بودند، اما باجی به هیچ آخوندی نمیداد. نادرشاه تمام اوقاف دینی را به خالصه سلطنتی مبدل کرد. نبونید روزی آخوندها را به نوشته استوانه کوروش کبیر بریده بود. در تنها کشور لایک جهان اضافه کنم فرانسه، روزهای یکشنبه یهودی ها دو مذهب مسیحی و مسلمان ها میان و عقاید خود را از تلویزیون علنا تبلیغ میکنند، بی آنکه دین ناباوران هم بدون حمله به ادیان حق تبلیغ عقاید خود را داشته و مثلا به جای تورات و انجیل و قرآن کتاب دیکسیونر فلسفی ولتر و یا اینچنین گفت زرتشت نیچه را بخوانند و تفسیر کنند. برنامه های علمی گوشداری را هم که به مذهب از نظر علمی میزد، بعدن کشیشی در تلویزیون اعتراف کرد که ما کاتولیک ها از دولت خواستیم آن را تعطیل کنیم و از ترسش کرد. همچنان که در کاخ ریاست جمهوری بعضی از ممالک روزهای یکشنبه مراسم مذهبی اجرا میشود، رئیس جمهور مؤمن نمیره به کلیسا، اونا میان در کاخهای ریاست جمهور. و یا پادشاه یکی از ممالک دعای خاصی است که او میتونه بخونه. نتیجه این که در چون تمام انسان ها دوره تقلید و دوره تو باید و تو نباید دینی و سنتی را میگذرانند، تمام افراد و جوامع همواره دینی خواهند ماند، مگر آنکه با پیشرفت انفورماتیک و بررسی انقلاب و به اصطلاح به راستی انقلابی در تعلیم و تربیت به خصوص در تربیت کودکان به وجود آید و آنها بدون ترس و حیرت بدوی و ابتدایی مذهبی با منطق و عقل و علم و انسانیت تربیت شده و تعلیم یابند. از لحاظ اجتماعی نیز مرحله شطوری تو باید و تو نباید از آغاز مرحله دینی یعنی بعد از عصر اسطوره‌ای تا به امروز دوام داشته است، جز در اروپا که عصر دین در اون بخش الیت و روشنفکری و سیاسی خودش وارد عصر خرد و فلسفه و از آن وارد عصر بعد از انقلاب فرانسه وارد عصر علم و تجزیه تحلیل شد، به امروز مسلح به انفورماتیک است. اما این تحول فقط بخش اقلیت آن جوامع را در بر می‌گیرد. تکلیف جوامع غرق در سنت و دینمدار همانند ایران ما و کشورهای عربی و اسرائیل و غیره روشن است و این هم یکی از جنگ بین ادیانه که جنگ بین دو توحشه، ولی یک طرف قربانیست اون یکی جلاد مثل همیشه.
دوم مرحله شیری، بنابراین مرحله شطوری هم در فرد وجود داره که مرحله تقلید و پیروی است از سنن دینی و تو باید و تو نباید دینی، و هم جوامع بشری به طور کلی این مرحله رو اکثریتشون گذراندن. و ببخشید بنوشته نیچه، وقتی شطوری یعنی فرد مقلد و محدود شده در تو باید و تو نباید دینی بتواند به سکوت بیابان خود برسد، یعنی در خلوت با خود بیاندیشه و اون نیک و بدهای دینی رو ارزیابی کنه، حلال و حرام ها رو، و بتواند حلال و حرام و تو باید و تو نباید مرحله سنت پرستی و تقلید را ترک کرده و به نقد آنها پرداخته و علیه آنها بشوره، شطور و عقل رام شده یعنی سواری بده شطوری مبدل به شیر طغیانگر میشه که کسی نمیتونه سوارش بشه. عقل شیری عقل مهاجمه، برخلاف عقل شطوری که رامه بار میکشه. میبینید در تشبیهات هیچ جنبه اهانت وجود نداره، تشبیه دقیقه، میخواد واقعیتی رو بیان کنه. شیر نیچه میپرسه در همون این چنین گفت زرتشت، در همون سه استحاله روح یا خرد، شیر دنبال چیست؟ جواب میده دنبال آزادی است. آزادی از قید و بندها و ارزشهای نیک و بد دینی و سنتی. آزاد ازه، به این دلیل اونو تو باید و تو نباید اسم میذاره، اینو آزادی از اسم میذاره. در این مرحله که نیچه آن را آزادی از نامیده، فرد یا جامعه خود را از قید و بند تقلید پیروی و سرسپردگی ارزش های نیک و بد یا حلال و حرام دینی و تو باید و تو نباید دینی و سنتی آزاد می کند، چنین فردی یا چنین جامعه‌ای در مرحله گذار آزادی از قید و بندهای مذهبی و سنتی است، اما خود به مرحله استقلال جهت تعیین ارزش‌های والای انسانی مبتنی بر عقل و علم و انسانیت نرسیده است. این مرحله را نیچه مرحله نیستگرایی یا نیهیلیزم مینامد، لغتی که خود او آن را وضع و به اصطلاح جعل کرده است، یعنی ساخته است. در مرحله آزادی از یا نیهیلیزم به قول نیچه چرا را برای زندگی جوابی نیست، برای اعمال و رفتار انسانی جوابی نیست، ارزش های سنتی همه بی ارزش شدند و رنگ باختند. در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که بنا به ریاکاری، رو شدن ریاکاری و دزدی های میلیاردی آخوندی و دروغ‌های آخوندی، جوانان ما وارد مرحله نیهیلیزم شدن بدون اینکه مثل نیچه وارد نیهیلیزم فلسفی بشن، نیهیلیزم اجتماعی روانشناسی، همچنان که هیپیگری سابق در اروپا اون بهشت موعود سرمایه‌داری رو دیدن دروغه، به هیپیگری زد و سوسیالیسم هم اونجوری در اومد، یعنی امید و آرمان از دست رفت. مرحله نیهیلیزم یا نیستگرایی یا پوچیگرایی، پوچگرایی درست نیست به نظر من، به نظر نیچه در جوامع پیشرفته قرن بیستم و بیست و یکم را، در جوامع پیشرفته قرن بیستم و بیست و یکم را شامل خواهد. نیهیلیزم یا نیستگرایی فروریزی ارزش همه ارزش‌های دینی و سنتی است.
او به درستی می نویسد نیهیلیسم به عنوان یک مرحله عبور، تحلیل همش، نقد عمیق. او به درستی می نویسد نیهیلیسم به عنوان یک مرحله عبور از ارزش های نادرست دینی به ارزش های نیک و بد علمی و عقلی و انسانی به عنوان یک مرحله عبور اجتناب ناپذیر و الزامی است. نمیتونیم از دینی بجهیم به اون مرحله بعدی که شرحش خواهد اومد، اما به عنوان مرحله توقف نشانه بیماری است. این پوچی است که همانند ایمان کور و راسخ به خشونت میدان میدهد. انسانهای بوقلمون صفت و ذوحیاتین که عضو حزب باد هستند در یک جامعه سنتی یا دین شکست خورده همانند جوامع کنونی استبداد زده و یا بوروکراتیک و طبقاتی و پرتبعیض یا جوامعی که با ایدئولوژی های شکست خورده روبرو هستند چنین بار می آید، یعنی نیهیلیست بار می آید. آنها به هیچ چیز جز منافع آنی و شخصیشان پایبند نبوده و نیستن. نیهیلیستان آنها در واقع ترسو، دروغگو و ریاکارند و شجاعت دفاع از خود، دفاع از حقیقت و حق که به آن به اصطلاح رسیدن و باور دارن ندارن. فرزندان دختر و پسر در سن بلوغ از نظر فردی و جوامعی که دورانهای بحرانی ارزشهای خود را گذرانده یا میگذرانند و ارزشهای نادرستی که در مرحله دینی به جهان و زندگی داده بودند وقتی با علم و منطق و عقل اون ارزشها فرو میریزند، اون افراد یا اون جوامع دچار بحران نیهیلیسم و نیستگرایی میشن. جوامع سنتی یا مدرن وقتی دچار شکست‌های نظامی یا آرمانی میشوند طبعا با نیهیلیسم و نیستگرایی روبرو میگردند. رشد خراباتیگری بعد از حمله مغول که در دیوان حافظ و شعرای عهد مغول شاهدان هستیم همگی از نیهیلیسم در آن عهد حکایت می کنند. هرچند گاه در عصر رونق و اوج تمدن هم انسانهای والا و استثنایی که آینده و فروریزی را پیش بینی می کنند با شکاکیت و نیهیلیسم، شکاکیت فلسفی و نیهیلیسم مندرج در آن روبرو می شویم. مثال خیام در عصر ملکشاه و پس از آن دیوید هیوم و اشپنگلر و خود نیچه در قرن 19. اگر جوامع از مرحله ایمان و عصر دین وارد نیهیلیسم و عصر پوچی می شوند بعد از عصر خرد و تجزیه تحلیل که مرحله طغیان جوان هاست، یا به بازگشت به مرحله تو باید و تو نباید قبلی منجر می شود، دوباره به همون سنت بر می گردن و توبه می کنن و گاه به صورت نادر به مرحله بعدی، یعنی مرحله فرزند خصال خیشتن شدن و تولد نوین به قول نیچه منجر می گردن. مرحله که ولی اکثرا در این جوامع پیشرفته در همین مرحله پوچی و حزب باد بودن و ابن الوقتی و زوحیات این زندگی کردن باقی می مونه. یک دست به مصحفیم و یک دست به جان، نه کافر مطلق نه مسلمان تمام، از همون شعرهای اون دوره است.
مرحله کودکی یا تولد نوی. نیچه در مقابل مرحله تو باید و تو نباید شطوری و دینی و در برابر آزادی از یا نیهیلیزم مرحله شیری، این مرحله را به درستی آزادی در می نامد. انسان از تقلید، چون تولد نوین کودکیه دیگه، از تقلید اندیشه های دینی و فلسفی دیگران یا مبارزه نیهیلیستی با آن، به مرحله اندیشیدن و ارزش گذاری و تشخیص نیک و بد و حد و حدود و کم و کیف نیک و بد به صورت علمی و فلسفی و با معیار انسانی میرسد، نه شخصی. به آنجا میرسد که میگوید، این شعری است که البته مصرع اولش بسیار مزخرفه، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. یعنی از خدا نطلب. اشاره به اتز اما انکه جرم صغیر، کلام علی ابن ابی طالبه که آیا تو فکر میکنی که جرم صغیری هستی که عالم کبیر در تو نهفته شده. البته اون عبارت زیباست و یه مقدارم درسته مال علی ابن ابی طالب، ولی این شعر مولانا که بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، نه خیلی چیز بیرون از منه. هر چیز رو با نقد علمی و خرد از هر که گفته، هر درستش هم درست میگیم و نادرستش هم به صورت علمی نقد میکنیم. اونا مقصر نیستن که در اون زمان اون حرفا را زدن، مقصر شیادانی هستن که امروز اونا را به عنوان واقعیت تحویل مردم میدن و میخوان عقلشون رو منجمد بکن، یعنی آخوندا، کشیشا، حاخامها، موبدها، برهمنها و غیره. بنابراین عقل یا خرد یا روح در این مرحله، یعنی مرحله سوم، مرحله کودکی، به اصطلاح به قول نیچه استحاله میافته و از عقل و خرد اسیر خودخواهی، خرد دین، از عقل و اسیر خودخواهی ها و غرایز فردی که عقل نیهیلیستیه وارسته و از طبعا از عقل مقید و مقلد مرحله تو باید و تو نباید دینی که عقل منجمدی است به کلی رها شده است. از نظر نیچه این مرحله هنوز فرا نرسیده برای بشریت. فقط معدودی از افراد که خود نیچه پیشگام، یکی از پیشگامان اونه، که خود را از خود او هم از جمله آنهاست، می توانند و می توانستن به این مرحله برسن، اما دوران تاریخی آن برای جوامع پیشرفته بعد از، به نظر در اروپا طبعا، آمریکا هم یه جامعه، قاره آمریکا هم یه جامعه دینی و سنتی است و از این نظر عقب مانده، میتونن در مرحله نوین در آزادی در فرزندان خصال خیشتن شده و انسان‌ها آزاد در تعیین ارزش‌های نیک و بد باشه، که بر سه پایه عقل و علم و انسانیت این اخلاق نوین انسان‌های وارسته استوار است. چنین کسانی به قول زکریای رازی در کتاب سیرت فلسفی، پیرو و مقلد هیچ پیامبر و هیچ فیلسوفی، چه رسد به آخوند و مرشد نیستن. من اضافه کردم آخوند و مرشد. این مرحله اوتوپیای نیچه است، همچنان که مرحله کمونیسم بعد از سوسیالیسم، کمونیسم علمی، اوتوپیای مارکس. نیچه به یقین در کنار ولتر، دیدرو،
لودویگ فویرباخ نقاد دین و سردسته ادیان دین مسیحیت در جوامع پیشرفته اروپایی است، نه جوامع ما که با حمایت شرق و غرب در واقع در رقابت آنها با هم به عصر دین یعنی قرون وسطا در قرن 21 بازگشت کردی، یعنی داده شدی. البته روحیه تقلید، تنبلی در اندیشیدن و اقدام به موقع را انجام ندادن هم ملت ایران مقصره، در اکثریتش منم توش در اون موقع. نیچه در مورد مسیحیت همچون قافل سالار ارتجاع تمام ادیان می نویسد: من مسیحیت را تباهی عظیم می دانم. به گفته نیچه مسیحیت برخلاف یهودیت و اسلام که هر دو محصول یک جامعه مستقل بودند، نیچه مقابله حیلگرانه یک جامعه اسیر بردگان زیر سلطه در و از جهان بیزاران تحت به اصطلاح تسلط مقاومت ناپذیر رومیان را در واقع محصولش را مسیحیت می نام، که 37 سال بعد، یعنی بعد از مرگ مسیح در زمان ولیعهد تیتوس در 70 میلادی با ویرانی دوم بیت المقدس، آوارگی یهودیان و مسیحیان انگشت شمار در آن زمان منجر شد به مهاجرتشان به روم انجامید، یعنی مسیحیان به روم مهاجرت کردن، شانسشون بود در که پس از 300 سال در نتیجه تبلیغ بخصوص در یک آدم خرافاتی مثل کنستانتین در 313 میلادی مسیحیت بر نخست بر روم و سپس بر کل اروپا پیروز شد. هرچند فرزند او تیوتوس با وجود اینکه غسل تعمید داده شده بود یک به اصطلاح بیدین بود و بر علیه مسیحیت که کتابش هم از بین بردن کتابی نوشت. نتیجه کلی این که انسان ها همگی در دوران دینی تقلید و تو باید و تو باید و حلال و حرام یا امر و نهی های اخلاقی و دینی در پیروی از یک پیشکسوت خانوادگی دینی یا عرفانی به صورت نادر فلسفی و علمی بار می آید و بعدم وارد مرحله آزادی از در جوامع پیشرفته و طغیان علیه سنت شده و انسان‌های نادری از نظر عقلی من دیدم، سوادم نداشتم ولی همین مرحله رو بعضی هاشو طی کردم، به مرحله نیهیلیسم و نیستگرایی و پوچی و ابن الوقت شدن از مرحله دینی میرسند و عضو حزب باد میشه، یعنی آزادی از همه ارزش‌های نیک و بد سنتی به خاطر منافع آنی و شخصی خودشون که چرا را برای امور زندگی و ارزش گذاری به آن جوابی پیدا نمی کن. تقصیرم ندارم ولی به هر حال نیهیلیست ها با سازشکاری و زوحیات این بودن به تخریب اخلاق مذهبی و اخلاق به طور کلی می پردازن و آخوندها الان رجال و مثلا میگن الناس و الادین ملوکه هم مردم در نمونه و سمبول این نیهیلیست و بیهویتی و فروریزی اخلاق هستن، درس هم به جامعه میده، تقصیری هم نداره جوان هم. بالاخره معدودی به مرحله آزادی در رسیده و به دفاع از انسانیت، حقیقت، ارزش های والا بله می پردازن و با دروغ‌های دینی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی مبارزه می کنن. نوعی همسویی در این سه مرحله نیچه
که جنبه تحلیلی دارد، باس مرحله کودکی دینی، جوانی فلسفی و پختگی یا علمی اوگوست کونت به نظر میرسد. من اینجا سخن رو در مورد گفتارم تموم میشه. در همین یه رو به اندکی که باقی مونده چند کلمه قصار از نیچه خواهم خوند و در واقع امیدوارم که تلویزیون میهن هم یکی از بلندگوهای این صدای آزادی است. بزرگ زنان و بزرگ مردانی که به این تعالی و وارستگی رسیدند در دفاع از حق و حقیقت که میدان مبارزه با خرافات دینی و سیاسی بخصوص دینی حاکم و دروغ‌ها و پوچی‌ها از وقت و پول و دانش خود مایه می‌گذارند تلویزیون میهن را یاری کنند. کلمات قصاری از نیچه که اولیشو خوندم باز تکرار میکنم: مهمی نیست که یکی دو بوت در درون شکسته شود، مهم این است که خوی بت پرستی را در خود نابود سازد. دیگه بت نپرستیم، احتیاج به بت خودمون بیاندیش، شیفته خودمون هم نشیم. خدا مشتی است بر سر متفکر که دستور میدهد فکر کردن ممنوع. کلمات قصار نیچه هستن. این انتهای کفر نیست، آغاز تفکر است. ما خدا را آفریده ایم یا خدا ما را آفریده است؟ خدا حامل تمام ارزش‌های دینی و تئولوژیکی آن است در مفهوم، در مثلا معنای مفهومی آن، جز در دین بودایی که خدا وجود نداره. مطمئن ترین راه برای به فساد کشاندن یک جوان این است که به او بیاموزید برای کسانی که مانند هم می اندیشند، مؤمنین به خصوص، بیش از کسانی که متفاوت می اندیشند احترام قائل شد. ایمانهای راسخ زندانها هستند. تلایی هم جمله آیا انسان اشتباه و خطای خداوند است یا خدا اشتباه و خطای انسان است؟ ایمان راسخ دشمن واقعیت و حقیقت است که بیش از دروغگویی خطرناک. به خود میبالن که دروغ نمیگویند، ولی ناتوانی در دروغ گفتن کجا و عشق به کشف و دفاع از حقیقت کجا؟ وقتی ایمان مطرح است واقعیت لازم نیست. نظر آخوند رو بیان میکن. وظیفه تو این است که انسان رو خطاب میکن، طوری زندگی کنی که بخواهی باز هم زندگی دوباره داشته باشی، یعنی از زندگی خودت خجالت نکشی. انسان در میان بین تو باید و تو نباید، یعنی شطوری، و تولد و نوین یعنی آزادی در رو بیان میکنه. انسان در میانه تنابی است که یک سوی آن انسان برتر
و یک سوی آن حیوان مقلد قرار دارد و در صورت سقوط در خلاء یعنی نیهیلیزم سقوط میکند. انسان میان سنت و آزادی دارد. انسان تنها موجودی است که میتواند از خود تجاوز کند وگرنه منجمد شد، یعنی از روحش، روح منجمدش به روح نقاد نیهیلیست و از اون به آزادی در میرسه. انسان تنها موجودی است که میتواند از خود تجاوز کند، یعنی سنن و ارزش‌های سنتی منظور. بعد پشت سرش میگه که چه کرده اید برای تجاوز از خودتون. طبیعت توده ها را به وجود می آورد تا راه میانبری برای ایجاد 6-7 انسان والا فراهم سازد تا آنها را هم کنار بگذارد. طنز بسیار زیباست. اگر تو ظالمی دوستی نخواهی داشت و چنان که برده ای لایق دوستی نمی در برابر یعنی تنها در برابری است که و صرف نظر کردن از امتیازات متقابل است که دوستی بین افراد و بین اقوام، ملیت ها یا هر چی که در داخل ایران میذاریم اسمشو به وجود میاره. یه بار به همین سخن نیچه استناد کرد. این شک نیست بلکه ایمان است که انسان ها را دیوانه میتواند. این شک نیست بلکه ایمان است که انسانها را میتواند دیوانه کند. فراموش نکن که فراموش کنی. طنز عمیقی است. خانم ها بخونن یه جور میفهمن، آیونم بخونن یه جور دیگه میفهمن. خلقت خانم ها دومین خطای خداست. البته اون جمله ای رو که یک بارم در بی بی سی دیدم از آقای چند نفر پرسیدن از جمله دوستم آقای داریوش آشوری و درست جواب ندادن، که نیچه میگه پیرزنی به نیچه میگه، نه اینکه نیچه میگه، نیچه وقتی پیش خانم ها میروی شلاق رو فراموش نکن. اون رو نیچه خودش نمیگه درباره زن ها. نیچه هم مردانه میاندیشه. ایو بشم اصلا امامزاده سازی وجود نداره. در مورد مسیحیت بحث در مورد دینه که سنگ تمام گذاشته. اگر با دشمنت با همان سلاح دشمن بجنگی مانند او خواهی شد. استراتژیک من نفی تو هم. همینه، ضد تو نیستم. دعوای دو دین وارد نشد، هر دو باطله. لیکود و حماس هر دو باطله. دعوت به صلح و انسانیت و همزیستی ملت ها، یعنی ملت فلسطین اجازه بدن تشکیل دولت فلسطین بشه. پس از این همه خونی که ریخته شده و کینه هایی که به وجود اومده، در تاریخ یک مسیحی واقعی وجود داشت و اون هم کسی بود که در صلیب جان داد. دروغ میگن کشیش. اگر میخوایی راحت زندگی کنی همرنگ گله شو و خود را در میان گله فراموش کن، یعنی نفهم. شاعران ما هم قبلا بدبخت آن کسی که گرفتار عقل گشت، خرم دل آن که کرخر آمد الاغ رفت. به هر حال ما معمولا از باور و بیان حماقت‌های آدم‌های باهوش خودداری میکنیم، مثلا نیوتن، اشتن، غیر. این یک نوع
در واقع حقوق بشره که ما انجام میدیم. نبود عدالت در جایی است که به قانون برابری به دروغ تظاهر میشن. خیلی زیباست. آنچه مرا ناراحت میکند دروغ گفتن تو نیست، این است که دیگر نمیتوانم به تو اعتماد کنم. مطلق انگاری وجود به بدبینی و پوچی می انجام. درک رنج دیگران چیزی است که باید آن را عمیقا بیاموزی. بسیار ممنونم و هفته دیگر در مورد دیگر طبقه بندی ادیان، اشاره به اسطوره و در نهایت ادیانی که در ایران وجود داشتن و دین اسلام به خصوص و مذهب تشیع و خمینیزمش، ولایت فقیهش. بسیار ممنونم و به امید دیدار بعدی.